و کوبا معرفی میشند و معرفی بله. اینم آقای امیر بله. بیات هستند، آقای امیر توکلیان، و پشت سر اونها هم برای بچه های تیم ملی کشورمون روی تشک حاضر هستن. آقای عامل هم ارتباطش برقرار شده، من سلام میکنم خدمت آقای عامل، خسته نباشید میگم و در خدمتشون هستیم. برم خدا. آقای خراسانی خدمت شما، جناب آقای عدالت استانی، دوست همکار عزیزم و بینندگان عزیز کاشتی دوست سلام عرض میکنم. امیدوارم که گزارش های بنده حقیر همراه باشه با پیروزی دلاورمردان ایران اسلامی. البته تو این لحظه مانیتوری که ما جلوی من هست کار نمیکنه و مانیتور نداریم، اگر تصویر ها امیدوار هستیم که گزارش کنیم میکنیم همگان هماهنگ باشه با تصاویری که در نظر شما مشاهده میفرمایید. به این آقای صدیق هم گفتیم امیدواریم که مانیتور ما درست بشه، اما ما گزارش انجام میدیم، حالا یه مقدار ممکنه کیفیتش فرق کنه. مراسم معارفه دو تیم هست، تیم جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه مسابقات جام جهانی امریکا و تیم بلاروس مراسم معارفه برگزار میشه، میاد میان نزد هم دیگه و خیلی خلاصه کار انجام میدن و دیگه تک تک نمیان که وقت گرفته بشه. حالا آقای بیات سرپرست تیم هم را جمع میکنه و یا علی مدد کار آغاز میکنن، یک یا علی مدد قرا و در سالن محل برگزاری مسابقات در سالن فروم شهر لس آنجلس محل برگزاری مسابقات. دوست دارم کشی در جریان برای اینکه بیشتر در جریان مسابقه قرار بگیرن، هشت تیم برتر دنیا در مسابقات، خب خوشبختانه مانیتور ما هم درست شد، تشکر میکنیم از همکارانی که اینجا ما همکاری میکنن و بله اسکور بورد رو مشاهده میفرم. خدمت دوستان کشتی تا کشتی آغاز بشه خدمتون عرض کنیم که کشتیگیران هشت تیم برتر دنیا در این دور از رقابت حضور دارن. تیم ما دوم دنیا شد، روس‌ها اول شدن، در دو گروه تقسیم شدن، در گروه ما بلاروس، ترکیه و آذربایجان هست. ما امروز دو تا رقابت داریم با با بلاروس و ترکیه، بعد از هم فردا با بلاروس برای سرگروهی کشتی خواهند گرفت کشتیگیران ما. خب کشتیگیران ما این هم چهره اندریوف هست، کشتیگیر اندریوف، کشتیگیر بلاروس. کشتیگیران ما رو با دو بنده آبی مشاهده میفرمایم، کشتیگیران ما رو با دو بنده قرمز مشاهده میفرمایم و کشتیگیران کشور بلاروس رو با دو بنده آبی. شما از آن حسن رحیمی دلاور کشورمون در ابتدای کار روی دستان حریف خودش کار میکنه، یه زانو بند به پای راست رو قرار داره که او رو از حریف خودش متمایز میکنه، در ابتدای کار روی دستان حریف خودش کار می آندریوف کشتیگیری در نفر سوم جهان شد در مسابقات جهانی ازبکستان و حسن رحیمی هم در اونجا سوم شد، دو کشتیگیر مشترک سوم شدن حالا در مقابل هم دیگه در مساف با دیگر در آوردگاه مسابقات جام جهانی. ببینیم چه خواهند کرد. حسن رحیمی مردی که در بوداپست موفق شد در 2013 مدال طلا بگیره، در 2011 در استانبول او موفق شد مدال برنز بگیره، دو مدال برنز و یک مدال طلای جهان رو در آلبوم افتخارات خودش داره و در مسابقه 2009 هم در جوانان جهان او موفق شد مدال طلا بگیره. اهل گلستان شهرستان در حومه تهران هست، شهرستان گلستان، که همچنان در سرشاخت دارن دو کشتیگیر شرایط برای زیگیری مهیا میکنن، دو کشتیگیر عنواندار جهان هستن، مدال دنیا دارن. تقاضا اختار میشه توسط داور وسط برای حسن رحیمی کشتیگیر کشورمون. حسن رحیمی حالا میگه که کاری نکردم، که دفاعی نکردم، یه جوره اعتراضی هم میکنه و در نهایت در شرایط مساوی داوران کشتیگیری که یه مقدار گاردش بسته تر باشه به اون اختار میدن. اندریوف همچنان در برای زیرگیری سعی داره اقدام کنه، یه مقدار تلاش حالا بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه بتونه از حریف خودش امتیاز اختار رو بگیره. هنوز تذکر دادم یک بار دیگه تلاش میکنه تا اینکه بتونه حسن رحیمی از حریف خودش زیرگیری کنه. داره وسط حالا تذکر رسمی رو به اندریوف از بلاروس میده، یک بار دیگه در سرشاخ حسن رحیمی قوس میکنه حریف خودش رو که بتونه زیرگیری های ناب ایرانی خودش رو به نمایش بذاره، که ناموفقه. حریف کاملا میدونه که کشتیگیر ما یه زیرگیر قهار و زبردست هست و اجازه کار به
حسن رحیمی تو این لحظه نداره. حسن رحیمی مرتب کار میکنه، تلاشش بیشتر است. حالا تقاضای اقدار میشه برای دو بنده قرمز، دو بنده آبی. بله، دو بنده آبی برای او. دو 30 ثانیه فرصت داره، 30 ثانیه که اگر در این 30 ثانیه نتونه امتیاز بگیره آندریوف، او یک اخطار میگیره و یک امتیاز فنی به حسن رحیمی خواهند داد. حالا 30 ثانیه رو روی اسکوربوردی که هست شمارش میشه و همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. یک بار دیگه در تلاش هست اینکه بتونه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. قوس میکنه حریف خودشو. آندریوف هم سعی داره زیرگیری کنه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. روی دستان هم دیگه کار میکنن دو کشتیگیر. حسن رحیمی برای زیرگیری اقدام میکنه، در یک لحظه ناموفق و نمیتونه به پای حریف خودش برسه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. رفته رفته میتونه که 30 ثانیه به اتمام برسه، 30 ثانیه به اتمام برسه. یک امتیاز به حسن رحیمی ما خواهند داد. هنوز رئیس تشک اعلام نکرده. اسکوربورد هم بله، 30 ثانیه به اتمام میرسه. یک اخطار برای دو بنده آبی آندریوف از بلاروس و یک امتیاز فنی برای دو بنده قرمز. این هم آقای اکبر دودنگه و آقای رسول خادم از کنار تشک حسن رحیمی رو راهنمایی میکنن و به دنبال بر زیرگیری میکنن. یه زیرگیری از حسن رحیمی به سبک ایرانی موفق میشه بالاخره هنر خودش رو به نمایش بذاره. حالا زیر میگیره، دو امتیاز میگیره، یک امتیاز از قبل داشت به خاطر اخطار. حالا 3 بر 3 پیش میفته. به دنبال اجرای فن برانداز از سمت چپ و راست، به دنبال برانداز هست که به خاطر ماکس و تعلل بیش از حد داور وسط کشتی رو سرپا میده. در همین لحظه وقت به اتمام میرسه برای 30 ثانیه استراحت دادن نزد مربیان خودشون. آقای رسول خادم و آقای اکبر دودانگر مشاهده این هم حرکت آیسته با هم میبینیم. ببینید چه زیبا زیرگیری به نمایش گذاشت و به دنبال اون موفق شد هنرمندانه حریف خودش رو خاک کنه. هنر کشتی ایرانی رو به نمایش میذاره. بهترین زیرگیری های دنیا ایرانی ها هستن با سبک های مختلف. همچنان میره به دنبال فیتر پیچ. یه جورایی اینجا قوس کرد به سبک رسول خادم که این قوساش میکرد و مرد مچ و پاره میگرفت. به همون سبت موفق شد حریف خودش رو خاک کنه. حرکت اثر از یه زاویه دیگه دیدیم با هم دیگه. حرکت های آهسته رو تو 30 ثانیه استراحت نشون میدن، در بین کشتی دیگه حرکت آهسته نشون نمیدن. کار تلویزیونیش هم واقعا عالی هست. چند دوربین کار گذاشته شده در سالن و همچنان وقت دوم و مبارزه دوم آغاز میشه. 3-0 حسن رحیمی از آندریوف، نفر سوم جهان در مسابقات جهانی ازبکستان 2014 پیش میفته. یک بار دیگه قوس میکنه آندریوف، ناموفق کشتیگیر بلاروس. ببینیم که چه خواهد کرد کشتیگیر ما. تا این لحظه 3 امتیاز پیش است. ایرانی های حاضر در سالن تشویق میکنن حسن رحیمی. حسن رحیمی استادانه و زیرکانه کشتی رو اداره میکنه. یونس سرمستی دلاور آذری ما هم در این وزن نفر دوم حسن رحیمی است. در هر وزن ما دو نفر شرکت کننده معرفی کردیم. فقط 70 کیلویی که حسن یزدانی یک نفر هست و با 4 تا کشتی رو بگیره. در سرشاخ کار دنبال میشه. یک بار دیگه به دنبال کار کردن دست ها داور وسط تذکر میده به حسن رحیمی که این هم آقای آناتولی بلاگازوف. آناتولی بلاگازوف سرمربی تیم بلاروس هست، برادر کوچیک تر دو قلو هستن، برادر سرگی بلاگازوف که او اوایل کشتی که 2-3 تا مدال گرفت بعد از اون دیگه از ناحیه روده و ناراحتی پیدا کرد و نتونست کشتی رو ادامه بده. به دنبال کار کردن دستا یک بار دیگه حسن رحیمی یورش میبره به سمت حریف خودش، ناموفق و نمیتونه کار رو به اجرا بذاره. کشتی گیره بر آندریوف هم سعی میکنه که زیرگیری خودشو به نمایش بذاره. یکی دو تا حمله میکنه حالا حسن رحیمی که دو کشتیگیر ناموفق نمایی از سالن و دو تشک رو مشاهده میفرمایید. رو تشک دیگه هم امریکا و کوبا و هم دیگه کشتی میگیرن. ما میپردازیم به این مبارزه. یک بار دیگه زیرگیری از حسن رحیمی، یا زیر خیمه میزنه حریفش روی اون و همچنان به دنبال کنده کشی از سایدر کنده رو بالا بیاره. حسن رحیمی تبدیل میکنه به مچ پا تا اینکه کندش بالا نیاد. همچنان به دنبال خاک کردن حریف هست. آندریوف هم استقامت میکنه و تسلیم نمیشه تا این لحظه. 4 دقیقه و 55 ثانیه حسن رحیمی قوس میکنه حریف خودش رو. تقاضای دو امتیاز میکنم و میچرخه میره تو اینکه خاک کنه. هنوز خاک نکرد حریف خودش رو. روی پاش لیله میکنه. پرف قرص و محکم میداره آندریوف و حسن رحیمی هم تا این لحظه با میون کوب سعی داره اینجا موفق میشه حریف توشک خارج کنه. یک امتیاز بگیره از او، یک امتیاز میگیره. این هم چهره آندریوف هست، کشتیگیر بلاروس، نفر سوم جهان در مقابل حسن رحیمی. حسن رحیمی کشتی اولش سخت و دشوار است. حالا 4-0 پیش میافته حسن رحیمی. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. آندریوف
تا این لحظه هرچه رفته به در بسته خورده و نتونسته زیرگیری خودش نتیجه بگیره. حالا به پای حسن رحیمی برای اولین بار میرسه. خیمه سنگین حسن رحیمی پروپی قرص و محکمی داره. آندروف هم به خوبی میچرخه قوس میده و میتونه که رفته رفته خاک کنه که حسن رحیمی بلند میشه و با مایل لینک نشون میده حریف خودش. یک بار دیگه زیرگیری از آندروف میتونه که خاک کنه حسن رحیمی. رفته رفته اینجا موفق میشه خاک کنه. بی جهت نبوده که سوم دنیاشو در ازبکستان میکشه. خوبی اونجا گرفت. آماده و سرحال بود. 15 ثانیه میره برای فن برانداز. براندازو بزنه کار خطرناک خواهد شد. برنده خواهد شد که نه تا این لحظه نتونسته و امیدوارم که داور کشی رو سرپا میده. ده 8 ثانیه از وقت باقی مونده. 8 ثانیه با پیروزی فاصله داره حسن رحیمی. 8 ثانیه با یه پیروزی شیرین در اولین مبارزه فاصله داره. ثانیه حالا 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام. وقت تمام میشه. تبریک میگیم به هموطنان عزیزمون. چراغ اول روشن میکنه حسن رحیمی. اولین پیروزی میتونه از نظر روانی بسیار با ارزش باشه. حسن رحیمی در یک کشتی سخت و دشوار 4-2 آندروف نفر سوم جهان رو شکست میده. داور وسط دستور بران فرد پیروز بالا میبره. تبریک میگیم به هموطنان عزیزمون این پیروزی رو. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. چه کشتی فکورانه ای گرفت. جانانه، شیرین، دلچسب، حساب شده و دقیق نشون داد که قهرمان دنیا که در بوداپست شده توانمندی داشته، فکر قهرمانی داشته و خسته نباشید به او میگیم. کشتی اول باور کنین سخت و دشوار هست. حالا میاد نزد مربیان خودش آقای اکبر دودانگی. او رو میاد این هم آقای علی بیا سرپرست تیم که زحمات زیادی کشیده در طول چند روز و او هم در این حال نگران هست برای کشتی دوم. مبارزه بعد و بهنام احسانپور و ماکسیم مونوف از بلاروس حرکت ها سرم هم میبینیم. زیرگیری هایی که اجرا گذاشت کشتیگیر کشورمون حسن رحیمی و موفق شد اینجا حریف خودش خاک کنه. یه زیرگیری جذاب و دیدنی از حسن رحیمی به دنبال زیرگیری اولی بود که به اجرا گذاشت و میره برای اجرای فن برانداز. سعی داره فن برانداز به اجرا بذاره حسن رحیمی که به خاطر مکس و تعلل بیش از حد دیگه نتونست برانداز به این هم حرکت آیسته دیگه که حسن رحیمی برای زیرگیری از پای مخالف کرد. حسن رحیمی از دو پا زیر میگیره به خوبی، به زیبایی، به سبک علیزاد دبیر زیرگیریشو به اجرا میذاره و از کشیگیری بتونه هم چپ رو بگیره هم پا راست رو بگیره بسیار با ارزش هست این مسئله. دیدیم که حسن رحیمی به چه شکل موفق شد از به این شکل حریف خودشو خاک کنه. و کشتی بعد مبارزه وزن 61 کیلو، مبارزه وزن 61 کیلو کشتیگیر کشورمون کشتی خواهد گرفت. بهنام احسانپور با ماکسیموف. ماکسیموف از بلاروس. گوینده سالن اعلام میکنه اسامی رو و ببینیم که بر روی تشک خواهن اومد. همچنان ماکسیموف با کشتیگیر کشورمون کشتیگیران بلاروس با دومندی آبی. داورم در وسط تشک منتظر هست. وزن 61 کیلو و اسامی وزن 61 کیلو ماکسیموف و کشتیگیر کشورمون بهنام احسانپور کشتی خواهد گرفت. برای تشک خواهن اومد. برای کشتیگیر کشورمون و کشتیگیر این هم خب ببینیم که کشتیگیر وزن این هم کشتیگیر بلاروس هست که میاد برای تشک ماکسیموف و داور رو بدنشو بررسی میکنه. بهنام احسانپور هنوز نیامده. از کنار تشک وارد میشه بهنام احسانپور و دوان دوان میاد نزد داور. بایدی آماده تر باشه، زودتر باید بیان برای تشک. میتونست حتی قبل از حریفش بیاد. چهره بهنام احسانپور دلاور از خطه مازندران شهر بهشهر رو مشاهده میفرمایید. موفق شده پیران تیم ملی در مسابقات جام جهانی به تنگ کنه. مبارزه آغاز میشه با سود داور وسط. یک پیروزی تا این لحظه کسب کردیم. ایران 1-0 تا این لحظه. 1-0 پیش هستیم از بلاروس ها. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. با کاردی بسته دو کشتیگیر کار دنبال میکنن. به دنبال کار کردن دست ها سعی داره که از حریف خودش امتیاز بگیره. زیر دو خما بسیار خوبی میگیره بهنام احسانپور. کشتیگیری در مسابقات رو یک دستور میکشه و میره تو اینکه خاک کنه حریف خودش که ناموفق و نمیتونه از دستوی خودش نتیجه بگیره. همچنان به دنبال کار کردن دستا بهنام احسانپور در مسابقات جهانی در مسابقات پاتایا در تایلند موفق شد قهرمان جهان بشه. سال 2012 در مسابقات جام آریا میهر جام همچنان در مسابقات
جام تختی هم اون موفق شد در یک لحظه همچنان در روی دستان هم دیگه کار میکنه و داور وسط کشتی رو به دو کشتی تذکر میده که کار کنن روی دستان هم دیگه و باز هم بهنام احسان‌پور در تلاش است اینکه با کار کردن دست ها زیر کتفان حریف خودش میزنه. بهنام احسان‌پور کشتیگر کشورمون، کشتیگری که در جام تختی موفق شد در کرمانشاه کشتی بسیار خوبی بگیره و در اونجا مدال طلا از آن خودش بکنه. اهل بهشهر مازندران هست، همچنان با کارکنان دستا سعی میکنه که ماکسیموف رو گاردشو باز کنه، یه مقدار کار کنه، دستاش به او اختار خواهند داد. برای زیر گرگاه میکنه، یه زیر به سبک ایرانی موفق میشه. حالا حریف میده برای قیچی، صدر قیچی رو به اجرا بذاره، به هم دیگه میپیچن. بهنام احسان‌پور به خوبی به پا رسید، اما یه قیچی زد و تا دور بهنام احسان‌پور رو به هم زد و به دنبال اون سعی کرد که به مچ پا رو مهار کنه و داور وسط به خاطر مکس و تعلل بیش از حد کشتی رو سرپا میده. یک بار دیگه به دنبال کار کردن دستا سعی میکنه شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. تقاضا اختار میشه برای دوبنده آبی، درست است. بهنام احسان‌پور حرکاتش بیشتر بود. آقای محمد طلایی و آقای رسول خادم، به خاطر اینکه کشتیگیر جوانان هست، آقای محمد طلایی پنج جوانان رو به راهنمایی خواهد کرد و پنج کشتیگیر از مقطع سنی جوانان اومدن. حالا برای زیرگیری اقدام میکنه، تلفیقی از بزرگ سالان با تجربه ها و جوانان، نیمی از تیم جوان هستن و نیمی هم با تجربه. حالا ببینیم که چه خواهد کرد. بهنام احسان‌پور یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودشو و سعی میکنه که شرایط برای زیرگیری مهیا کنه. به دنبال کار کردن دست ها سعی میکنه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. همچنان برای زیرگیری اقدام میکنه بهنام احسان‌پور. تقاضای اختار برای 30 ثانیه میگذره و یک اختار برای دو بنده آبی در نظر میگیرن. یک امتیاز فنی، کشتی 1-0 میشه به نفع بهنام احسان‌پور. کشتیگیر کشور محمد زیگری از موچ با اقدام میکنه ماکسیموف و نمیتونه نتیجه بگیره. ماکسیموف سعی داره که حالا بهنام احسان‌پور کشتیگیر کشورمونه که دستاش هنرمندانه کار میکنه تو اینکه بتونه زیر دو خمای خودش رو به اجرا بذاره. زیر دو خما بسیار خوبی میگیره، اما حریف کاملا دستای بهنام احسان‌پور رو مهار کرده و اجازه کار رو به کشتیگیر ما نمیده. رقابت ها بر روی دو تشک برگزار میشه، تشک A و B که تشک A امریکا و کوبا مبارزه میکنن. برای زیر گرگاه میکنه یه زیر سر رو، یه زیر سر رو که در همین لحظه هم وقت به اتمام رسید. میرن از مربیان خودشون آقای رسول خادم و آقای محمد طلایی صحبت میکنن با بهنام احسان‌پور، قهرمان جوانان جهان، و این آقای آناتولی بلاگازوف سرمربی تیم روسیه با کشتیگیر خودش صحبت میکنه و نکات لازم به او تذکر میده. تا این لحظه 1-3 پیش هستیم. یک پیروزی حسن رحیمی در اول این مبارزه کسب کرده. آقای رسول خادم نکات لازم به کشتیگیر خودش تذکر میده. فنی نزدن که در 30 ثانیه استراحت کارگردان برنامه‌شون بتونه اون فن رو به طور آهسته به نمایش بذاره. واقعا کار تلویزیونیشون عالی هست، تصاویر به خوبی و انتخاب تصاویر و سویچ‌هایی که میکنه کارگردان همه و همه ایدئال و امیدوار هستیم که دلاور مردان کشورمون بتونن با پیروزی‌های ارزشمند خودشون دل هموطنان رو شاد کنن. یک بار دیگه دستان دو کشتیگیر تو سرگردان هم کار میکنه. وقت دوم و مبارزه دوم آغاز میشه. همچنان در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنه. یک اختار گرفته ماکسیموف، به دنبال کار کردن دستای سعی داره که زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره. قدرت بدنی بالایی داره این ماکسیموف. همچنان دستان بهنام احسان‌پور برای زیرگیری اقدام میکنه. یک بار دیگه زیرگیری به پای خود حریف خودش میرسه و تبدیل میکنه به مچاب. میتونه اینکه این بار خاک کنه، بالا بیاره، خاک کرده. حریف هم استقامت میکنه، بر پی قرص و محکم میده. بالاخره با سماجت و سختی موفق میشه رو رفت بیرون از تشک خاک کنه. به خاطر اینکه فام در منطقه اصلی بود، دو امتیاز برای بهنام احسان‌پور دلاور کشورمون در نظر میگیرن. دلاور از خطه مازندران شهر بهشهر که موفق شده در آوردگاه مسابقات جام جهانی تا این لحظه جانانه مبارزه کنه. فکورانه و زیبا، تکنیکی و به سبک کشتی ایرانی تا این لحظه کشتی گرفته. زیرهای بسیار خوبی میگیرن کشتیگیران ما. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه، سعی میکنه که شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. 14:09 از وقت کشتی سپری شد. حالا گارد رو به شکلی گرفته تو اینکه حریف بیاد از زیرگیری کنه. گاردش باز بشه، زیرگیری خودش به اجرا میذاره. حالا یه حمله از
حریف بلاروس ماکسیموف. ماکسیموف حالا سعی میکنه و تلاش میکنه تا اینکه بتونه شرط برزی گیره خودش مهیا کنه، ایزه کار به اون نمیده، همچنان در سرشاه کار دنبال میشه. از یه زاویه دیگه حالا دو کاشتگی رو مشاهده میفرمایید، در دوربینی که در بالا قرار گرفته، همچنان در سرشاه حریف خودش رو قوس میکنه بهنام احسانپور. رفته رفته ببینیم که یک دقیقه و 15 ثانیه وقت باقی مونده، برای جیگیر قام میکنه یک لحظه با دستور موفق میشه با یه دستور خاک کنه، میره به پشت حریف خودش، دو امتیاز دیگه میگیره و کاشتی رو، بله دو امتیاز دیگه میگیره و کاشتی رو 5-0 میکنه. به دنبال فیتیل پیچ هست بهنام احسانپور، فیتیل پیچ به دست میاره و سعی میکنه به پل بزنه حریف خودش، استقامت میکنه اینجا، بالاخره موفق میشه به حریف خودش به پل بزنه، دو امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش. و این هم آناتولی بلاگازوف که مثل دو بندی کشتیر ما صورتش قرمز شده، فکر نمیکرد کشتیراش به این شکل تا این لحظه اسیر کشتیران ما بشن. از یک کشتی 7-0 به نفع بهنام احسانپور، 5:16 17 ثانیه از وقت کشتی سپری شده، همچنان دستان دو کشتیگی توی سرشاخ کار میکنه. بهنام احسانپور استادانه و به طور خیلی ظریف و حساب شده کشتی رو اداره میکنه، نیازی نداره بره چون باید کشتی دیگه هم داشته باشه احتمالاً، و برای دیگه رام میکنه اکسیم ماکسیموف، نامفقه نمیتونه کاری رو به اجرا بذاره. حالا 20 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده، به دنبال زیرگیری هست اما از دستان پرتوان و بیدار و آماده بهنام احسانپور نمیتونه عبور کنه، زیر کتفان حریف خودش میزنه به خوبی از 7 امتیاز خودش، حالا میره برای فنون بالا در یک لحظه. تماشاگران شمارش معکوس میشمارن، 2 ثانیه 1 ثانیه وقت تمام میشه، دومین پیروزی رو بهنام احسانپور از جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه مسابقات جام جهانی کسب میکنه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان، تبریک میگیم دومین پیروزی رو در مسابقات جام جهانی به هموطنان عزیزمون. بهنام احسانپور جوان مازندرانی میاد در میدانی بزرگ، حالا جوانان کشتی میگرفته، حالا در میدانی بزرگ میاد یه پیروزی دیگه برای ما کسب میکنه، یه پیروزی ارزشمند. دومین پیروزی رو بهنام احسانپور به دست میاره، دومین پیروزی رو کسب میکنه، میاد نزد آقای رسول خادم، با او صحبت میکنه آقای رسول خادم و با اون نکات لازم حرکت راست رو من میبینیم، ببین به چه زیبایی به پای حریف خودش میرسه، به سبک محمد طلایی این زیرگیری کرد، از پهلو از بغل زیرگیری میکنه و به خوبی حالا تبدیل میکنه به مچ پا و به دنبال اون سعی میکنه که از حریف خودش اینجا با مچ پا میکنه و موفق میشه در بیرون تشک حریف خودش خاک کنه. امتیاز دیگه حالا یک بار دیگه برای زیرگیری اقدام میکنه، زیرگیری دوم هست، اینجا سعی میکنه که حریف خودش رو خاک کنه، به دنبال مچ پا هست، ببینید حرکت آستر با هم و حالا بالا میاره و اینجا موفق میشه، همون خاک اول بود که این هم فیتیلی پیچ که به اجرا میذاره، موفق میشه اینجا حریف خودش رو با اجرای فن فیتیلی پیچ به پل بزنه. یک بار دیگه از یه زاویه دیگه فیتیلی پیچ و هنر کشتیگیران ما رو مشاهده میفرمایید، تصاویر زیبا رو به خوبی، این هم نمای از سالن، از سالن محل برگزاری مسابقات، سالن فروم در شهر لس آنجلس. همچنان 2-0 ما هستیم، 2-0. حالا کشتیگیران این زاویه کشتیگیران امریکا و کوبا بود که یه لحظه شما مشاهده فرمودید، کشتیگیران ما بر روی تشک خواهند اومد، ما 2 هستیم، 2 تا پیروزی کسب کردیم و گوینده سالن ابتدا کشتیگیران تشک ایرو اعلام میکنه که میان بر روی تشک. اون کشتیگیران که دیدید کشتیگیران کوبا و امریکا بودن که اومدن بر روی تشک و ما اگر انشالله بتونیم بعد از این امروز بتونیم ترکیه رو شکست بدیم، بعد از اون فردا هم بتونیم آذربایجان رو شکست بدیم، سرگروه بشیم، پیش بینی میکنیم که اونورم امریکا بتونه کوبا و روس و مغولستان شکست بده و ما فینالمون رو با امریکا در خانه خودش برگزار خواهیم کرد. در وزن 65 کیلو سید احمد محمدی میاد بر روی تشک، سید احمد محمدی بادبنده قرمز از کنار تشک وارد میشه، آقای رضا لایق و آقای بیات رو مشاهده میفرمید در تصویر و این هم آقای رسول خادم. البته خدمتتون عرض کنم فقط وسط تشک روشن هست، حتی جای ما اینقدر تاریک هست که در آن اسامی هم که اینجا هست ما نمیتونیم به خوبی بخونیم، جایی که فقط وسط تشک. حالا سید احمد بله کشتیگیر میاد، محمدی میاد به وسط تشک، داور با او دست میده و دو کشتی آغاز میشه. سید احمد محمدی کشتیگیر از خطه پهلوان خیز مازندران شهر قائم شهر در مقابل عظمت نوری کف
عظمت نوریکوف کشتی میگیره، همچنان در سرشاخ نوریکوف با دوبنده آبی و کشتیگیر کشورمون با دوبنده قرمز مبارزه میکنه. در سرشاخ کار دنبال میکنن، به دنبال کار کردنده دست ها سعی میکنه که شرایط رو برای زیرگیری خودش مهیا کنه. کشتیگیر ما عظمت نوریکوف در مسابقات پنجم شد در 2014 در ازبکستان، پنجم جهان هست، اما کشتیگیر ما در اونجا دوم شد، مدال برنز گرفت، قهرمان جهان شد. اما در اینا کشتیگیرم که میاد پنجم میشه تا یه قدمی مدال پیش میره، یعنی توانمند بوده که تونسته این کشتیگیر عظمت نوریکوف بیاد و پنجم دنیا بشه و 6 امتیاز برای تیمش کسب کنه تا تیمش هفتم بشه. میره برای کلنداز، یک لحظه تبدیل میکنه به مچ به پی پی چک از همونجا، اما ناموفق و محمدی از کار به اون نمیده، پیش میندازه محمدی رو، محمدی از همونجا زیرگیری میکنه مچ با و میتونه که خاک کنه حریف قادشاه. یک اخطار برای دومنده آبی در نظر میگیرن، یک امتیاز فنی برای کشتیگیر ما. سید احمد محمدی در اولین حضورش در مسابقات بزرگ سالان موفق شد کشتیگیر جوان مازندرانی مدال نقره بگیره. کمتر کسی فکر میکرد که این کشتی بتونه در ازبکستان مدال نقره بگیره، در اونجا کشتی بسیار خوبی رو گرفت، نشون داد که تمامندی های بارا داره برای زیر اقدام میکنه. یک لحظه محمدی سید احمد محمدی میره که پای حریف خودش توش خارج کنه، اینجا موفق میشه پای حریف خودش خارج کنه و از او امتیاز بگیره. بله، یک امتیاز به خاطر که پای حریف از توش خارج میکنه. حالا آناتولی بلکازوف رو میبینیم که نگران، حالا برای زیر اقدام میکنه، یک زیر دو خم خاک میکنه حریف خودش، حالا کشتی رو 4-0 میکنه، میره برای اجرا فن برانداز، پا رو در سگک میکنه، به دنبال سگک هست، یک پار دیگه پا در سگک رکاب میزنه تا اینکه بتونه حریف رو بله کنه که نموفق و داور وسط کشتی رو سرپا میده. برای اون دسته ازانی که از این لحظه پای گیرنداشون نشستن خدمتتون عرض کنم، دو پیروزی توسط حسن رحیمی و بهنام احسانپور کسب کردیم، ایران 2 و بلاروس 0 تا این لحظه. همچنان در سرشاه کاردوال میشه، به دنبال کار کردن در دست ها ترفیقی از جوانان و بزرگ سالان و با تجربه ها در این دور از رقابت ها، یعنی 15 کشتیگیر ما داریم که تقریبا نیمیشون جوان هستن و نیمی با تجربه. برای زیر اقدام میکنه یا زیر دو خم و حریف سعی میکنه فیتو رو به اجرا بذاره، محمدی اجزه کار رو نمیده و پا رو توش خارج میکنه و موفق میشه یک امتیاز دیگه بگیره از حریف خودش. آقای رضا لایق و آقای رسول خادم نکات لازم به سید احمد محمدی دلاور مازندرانی تذکر میدن و اون میگن که چگونه کار رو دنبال کنه و ندای ایران ایران تماشاگران کشور من. حالا قوس میکنه حریف خودش تا دور رو به هم میزنه، میتونه خاک کنه، میره از دیگیر از همونجا با یه قوس زیبا میتونه خاک کنه که پربی قرص من محکم میداره کشتیگیر بلاروسی که پیش اندازی میکنه و ببین دو امتیاز برای کشتیگیر ما در نظر میگیره داور وسط و ببین دو امتیاز میره برای بارانداز، یک لحظه بارانداز اجرا میکنه یه دو امتیاز دیگه و موفق میشه در منطقه قرمز تشک یه برانداز زیبا و تماشایی بزنه و 9-0 میکنه کشتی رو، 9-0، یک امتیاز دیگه کار رو تمام میکنه، یک امتیاز دیگه بگیره کشتی رو. سید احمده برای قوس میکنه حریف خودشو و میره برای زیرگیری به دنبال قوس کردن، حالا اینجا موفق میشه حریف رو خاک کنه، اسیر تکنیک خودش میکنه حریف رو، اسیر شهامت جنگندگی خودش میکنه سید احمد محمدی، در حالی که 2:37 از وقت کشتی سپری شده. 11-0 موفق میشه نفر پنجم جهان رو شکست بده سید احمد محمدی دلاور مازندرانی شهر قائم شهر. داور به اونا میگه دست طوفانی وارد شد و طوفانی تموم کرد کارو، مثل طوفان حریفو در هم کوبید و موفق شد از حریف خودش به این شکل 11 امتیاز بگیره از حریف خودش و موفق میشه سومین پیروزی رو برای ما کسب کنه. بیشک حرکات آهسته رو با هم خواهیم دید، هنرمندانه و هنر کشتی ایرانی رو به نمایش میذاره کشتیگیر کشورمون. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان، چه کشتی گرفت. سگک رو با هم میبینیم، سگکی که به اجرا میذاره سید احمد محمدی، اینجا حریف سگک میکنه که با سگک نمیتونه نتیجه بگیره و قبل از اون حریف خودش خاک کرد. این زیر دو خم زیبایی که گرفت حریف سعی کرد فیتو بکنه و میدونست مثلا رو یه مقدار خالی میکنه بدن رو، ایجاد کار به اون نمیده و پای حریف توش خارج میکنه، اینجا با یه رو دست حریف خاک میکنه و به دنبال اون میره برای فن بارانداز در همین منطقه و اینجا بارانداز به اجرا میذاره و درست هست بارانداز حریف اینجا به این شکل بارانداز میکنه. یک بار دیگه زیرگیریه و موفق میشه حریف اینجا به این شکل خاک کنه و دو امتیاز دیگه بگیره. حرکات پی در پی، هنرمندانه، تکنیکی، همراه با غیرت ایرانی و تعصب ایرانی که موفق میشه 11-0 شکست بده حریفو. یه پیروزی دیگه ما کسب میکنیم و حالا 3-0 میشیم، 3-0 میشیم، ما دو تا پیروزی دیگه کسب کنیم کار تمام است. دو تا پیروزی، نمای از سالن مشاهده میفرمایید و
نمایی از سالن که واقعا سالن بسیار زیبایی است، سالن 17000 نفری فروم شهر لس آنجلس. هر دو سالن زیباتر اینجا هست در این شهر، اما یکی از سالن زیبای این شهر هست و با هم کشتی بعد رو خواهیم دید. مبارزه وزن 70 کیلو حسن یزدانی حریف با حریف خودش آفاناسیوف. آفاناسیوف کشتی خواهد گرفت. ببینیم که هنوز گوینده سالن اعلام نکرده، ببینیم که چه خواهد کرد دیگر دلاور کشورمون. واقعا تا این لحظه کشتی های جانانه گرفتن، نشون دادن که از آمادگی بالایی برخوردار هستن. ما 5 بار در مسابقات جام جهانی قهرمان شدیم، 98 در تهران، 2006 در ساری، 2012 در آذربایجان، 2013 در کشور خودمون و 2014 در همین شهر در لس آنجلس سال گذشته قهرمان شدیم. اما امریکایی‌ها تیم آماده ای رو هم از همه قهرمانان جهان و المپیک خودشون سود بردن در این دور از رقابت‌ها تا اینکه بتونن انتقام سال گذشته رو بگیرن از ما. اما امیدوار هستیم دلاور مردان ایران اسلامی بتونن کشتی ایران امریکا رو هم شکست بدن، به فینال برسیم. راه درازی داریم پر بیج و غم و سخت و دشوار. باید ببینیم که به فینال اصلا میرسیم، انشالله که این چنین خواهد شد. حالا بلاگازوف مشاهده میفرمید که نگران و ناراحت هست در من در اون قسمت که 3 شکست داشته تا این لحظه تیمش، فکر نمیکرد که به این شکل. 2 از کشتیگیراش آندریوفش سوم جهان بود و در این حال همین نوریکوف هم سفر 5 جهان بود، اون عنواندار هست این کشتیگیر و دیدیم که چگونه موفق شد. نوریکوف عنواندار اروپا هم هست در بروتوشک بی و کشتیگیر که بعد داور وسط منتظر هست. کشتیگیر ببینیم که گوینده سالن اعلام میکنه هنوز با مکس و تأخیر کشتگی را میان، آماده نشدن و یه مقدار با مکس بیش از حد دیگه خیلی وقت رو میگیرن. همچنان در منطقه‌ای که ورود پیدا میکنن رو شما از مشاهده میفرمایید. داور همچنان در وسط تشک منتظر هست. خدمتتون عرض کردم 42 بار 42 دوره مسابقات برگزار شده، این 43مین دوره هست. 21 بار روسا قهرمان شدن، 13 بار امریکایی‌ها قهرمان شدن، 5 بار ما قهرمان شدیم، 2 بار آذربایجان و 1 بار هم کوبایی‌ها قهرمان شدن. در آن مسابقاتی که تیم به تیم هست و امریکایی‌ها ابداع کننده این مسئله بودن. 1973 اولین دوره رقابت‌ها بود و ما در اون سال شرکت نکردیم. در اولین بار که شرکت 1974 لاس پالماس بود که ما شرکت کردیم در اون دوره از مسابقات. به خدمتتون عرض کردم که 5 بار قهرمان شدیم. حالا امیدوار هستیم که برای 6مین بار بتونیم در امریکا قهرمان بشیم. یک بار دیگه گوینده سالن اعلام میکنه اسامی رو، اعلام میکنه و بعد ببینیم که چه مسئله پیش اومده که یه مقدار با اینقدر دیگه با تاخیر کشتیگیران اومدن. کشتیگیر نه بلاروس اومده نه کشتیگیر ما، یعنی کشتیگیر ما که کاشی خواهد گرفت حسن یزدانی و آفاناسیوف. و ببینیم که چه مسئله هست که خب خدمتتون عرض کردم تا این لحظه برای اون عزیزانی که در از این دست کشتیگیر تعقیب میکنن 3 پیروزی: حسن رحیمی، بهنام احسان‌پور و سید احمد محمدی. دلاور مردان ایران عزیز موفق شدن در میدان جام جهانی مدال هر رقابای خودشون رو شکست بدن. و حالا گوینده سالن برای بار دوم هم اعلام میکنه و خواهن اومد برای تشک. و بله این هم کشتیگیر کشورمون، بله حسن یزدانی میاد و در هنوز آماده نشدن و گوینده سالن مثل این که از اون زاویه باید کشتیگیر تشک ای برم پایین و بعد از اون دیگه این هم زاویه نمای دیگر از سالن. و همچنان مشاهده میفرمید دو تشک کشتی برگزار نمیشه و این هم داور تشک بی که مبارزه ما رو قضاوت خواهد کرد. و دیدار بعد هم ما با ترکیه امروز کشتی خواهیم گرفت و فردا با آذربایجان کشتی خواهیم گرفت که امیدوار هستیم که بتونیم اون رو هم شکست. این بر کشتیران هستن که برای تشک ای کشتی میگیرن، کشتیران امریکا و کوبا. اما نمیدونم چه دلیلی داره بچه برای چه مسئله پیش اومده که اینقدر مکس و تعلل در مسابقات جام جهانی معمولا به این شکل نیست و کشتیگیران تشک ای کشتیگیران میان برای تشک، یک کشتیشون تموم شد، کشتی بعدی هم کشتی برای تشک میان تشک ای و هنوز برای کشتیگیران وزن 70 کیلو حسن یزدانی و آفاناسیوف برای تشک نیومدن و 3 پیروزی با ارزش
از دلاور مردان کشورمون. در این فاصله اسامی تیم رو اعلام کنم خدمت، 74 تا مرتضی رضایی قلعه کشی خواهد گرفت، علیرضا کریمی در 86 کیلو، رضا یزدانی در 97 کیلو و پرویز هادی در 125 کیلو کشی خواهد گرفت. خب کشیگیر وزن 70 بله کشیگیر 70 کیلو برای توشک خواهد اومد، کشیگیر بر کشیگیر دو بنده آبی، کشیگیر بلاروس میاد برای توشک و داور بدن دو کشیگیر رو بررسی میکنه، حسن یزدانی کشیگیر کشورمون. ببینیم که حسن یزدانی دلاوری از خطه مازندران شهر جویبار میاد بر روی تشک، دوان دوان دلاوری این حسن یزدانی در مسابقات جام تختی کشتی بسیار زیبایی گرفت و نشون داد که توانمندی‌های بالایی داره. در مسابقات جهانی در جوانان جهان در زاگرب کرواسی تمامی رقبای خودش رو شکست داد، امسال هم میتونه در مسابقات جوانان کشتی بگیره. چهره رو مشاهده میفرمایید، در آینده نام این جوان دلاور رو بیشتر خواهید شنید، حسن یزدانی و اینم حریفش آفانسیوف و داور وسط به سوت خودش میدن و مبارزه آغاز میشه، همچنان در سرشاق کار آغاز میشه. آفانسیوف به دنبال کار کردن دستا، حسن یزدانی برای اقدام میکنه، مرتب دستاش کار میکرد، حالا خیمه سنگین آفانسیوف از کار بون نمیده، همچنان به دنبال کار کردن دست ها سعی میکنه، داور را تذکر میده که ضربه نزنه، کشتیگیر بلاروس ضربه میزد و داورم به او تذکر میده. آقای اکبر دادانگه از کنار دوشک به او میگه که بچسبه کشتیگیر و سعی کن دستان او رو مهار کنی و بعد از اون زیرگیری خودش رو به اجرا بذاری. حسن یزدانی به دنبال کار کردن دست ها سعی داره زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره، حریف پرقدرت و نیرومند از حریف بلاروس، این کار رو حریف خودش نده تا این لحظه. وزن باز هم حسن یزدانی سعی میکنه که زیرگیر خودشو بجا قوس میکنه، حریف خودشو خاک میکنه، یه قوس زیباست پهلو قوس میکنه حریف خودشو، یه تکون میده به سبک بوبار سرسطیاب، موفق میشه از پهلو حریف و تا دورشو به هم بزنه و رو خاک کنه و در خاک میره برای جاپن فیتریپیس و بارانداز. حالا مچ پا رو کف و بالا یه لحظه گرفته بود، میره برای جاپن بارانداز حسن رحیمی، حالا مچ پا رو گرو میگیره تا اینکه بتونه پای حریف رو در یه پا رو کارو فنون بزنه که داور وسط به اون میگه پنجه رو نگیر. داور خیلی دقت داره، خودش کشتیگیر بوده، گوشش شکسته بود در تصویر دیدیم و کاملا زیر بم کشتی رو میدونه و میدونه که چگونه باید کار رو دنبال کنه، همچنان روی دستان حریف خودش کار میکنه، یک بار دیگه سعی میکنه که شرط برای اینجا بده برای فنون بالا، از بالا صدش فنو بزنه که حسن رحیمی، حسن یزدانی از کار به اون نمیده. ببینیم که چه امتیاز رو خواهند داد، امتیاز داده میشه برای مجری فهم حال رئیس تشک، داور رو میخواد تا ببینیم چه رأی رو خواهند داد، شاید امتیازی داده نشه و داور در نظرش این است که امتیازی نداشته، همون دو بر صفر است، همون دو بر صفری که هر حریف خودش رو خاک کرد، دو بر صفری که حسن رحیمی، حسن یزدانی پوزش میخوایم، حسن رحیمی کشتیگیر 57 کیلومون بود، در اینا هیجان زیادی حاکم هست و اشتباهات گویشی ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. یک بار دیگه در سرشاخ کار میکنه حسن یزدانی دلاور مازندرانی شهر جویبار، در این دور از رقابت 15 کشتیگیر حضور داره که 9 تاشون مازندرانی و 5 تاشون جویباری، از اون 9 تا مازندرانی، واقعا جویبار شهر کوچک جویبار شهر پر برای جوی اقدام میکنه، یک بار دیگه زیرگیری زیر دو قم موفق میشه حسن یزدانی رو، یزدانی رو توش خارج کنه و از روی یک امتیاز بگیره و کشتی رو دو بر یک میکنه، یه زیر دو خمه بسیار زیبا و تکنیکی با سرعت بالایی گرفت و چیز دیگه نمونده بود که به حالا برای یک اقدام کنه، مچ پا یک لحظه سربند و برو صدره به اجرا بذاره حسن یزدانی و سعی میکنه یزدانی حریف خودش خاک کنه، از توش خارج میشه کشتیگیر بلاروس، از توش خارج میشه آفانسیوف و امتیازی برای کشتیگیر ما در نظر گرفته نمیشه. حسن یزدانی همچنان به دنبال کار کردن دستا میزنه زیر کتفان حریف خودش، حالا صدر مثل بار اول از پهلو او رو قوس کنه که ناموفقه و نمیتونه کار رو به اجرا بذاره، به دنبال کار کردن دستا صدر زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره، همچنان دستاش یه لحظه آروم قرار نداره، برای زیرگیری اقدام میکنه حالا آفانسیون و یک با بدل کاری رو خاک میکنه، دو امتیاز پا در سگگ دوب میکنه، سگگ دوب یا پا جمع به دنبال برانداز، فرود خودش رو بی وقفه به اجرا میذاره، چهار بر یک به نفع حسن یزدانی، به دنبال جاپن بارانداز حسن یزدانی کنه، بارانداز رو به اجرا بذاره، اصلا به چپ و راست
که داور وسط به خاطر مکس و تعلل بیش از حد کاشتی رو سرپا میده. نتیجه کاشتی 4-1 حریف رو خسته کرده. حسن یزدانی با حملات پی در پی خودش همچنان مربیان مو میگن قوس میگن از پهلو خدمتتون عرض کردم بریده حریف، یه قوس از پهلو و خاک میکنه حریف خود. 2 امتیاز دیگه پادر سگک سعی میکنه گوش بخوامونه از همونجا و داور وسط کاشتی رو سرپا میده چرا که وقت به اتمام میرسه. 6-1 به نفع حسن یزدانی. حالا میاد نزد آقای رسول خادم. حسن یزدانی تا این لحظه جانانه کشتی گرفت. تو این وضع فقط ما یه نفر رو داریم. آقای رسول خادم حالا حرکت هسته رو با هم میبینیم در 3 ثانیه استراحت. حالا اینجا ببینیم یک لحظه پنجه رو گرفت کشتی گیره بلاروس و اینجا هم در یه زاویه دیگه حرکات تکنیکای ناب ایرانی که حسن یزدانی به نمایش میذاره. اینجا دو خمی بود که کشتی گیره بلاروس گرفت و میرفت تا اینکه به پول بزنه که قرص بودن و محتمال اینجا زیرگیری شیرجه میزنه اشتباس این میگیره و حسن یزدانی رو جریمه میکنه با کشتیگیر آماده و قبراق و تکنیکی مثل حسن یزدانی. یکی اشتباس زیر بگیره حتما جریمه میشه که دیدیم چگونه جریمهش کرد و خاکسپت 2 امتیاز از او گرفت. ستا پیروزی که از کردیم توسط حسن رحیمی و بهنام احسانپور و سید احمد محمدی حالا اومده تا 4مین پیروزی رو رقم بزنه حسن یزدانی. حالا رئیس تشک داور رو میخواد با او صحبت میکنه و ندای ایران ایران تماشاگران پارشور ایرانی در سالن پروم لس آنجلس تعیین افکن میشه. ببینیم که خب بچه کماکان 6-1 وقت دوم آغاز میشه با سود داور وسط. حسن یزدانی میدونه که این کاشگیر خسته شده. مربیان ما هم به او گفتن که حریف رو خسته کردی. حالا 5 امتیاز دیگه بگیره کار تمام است. گرفتن 5 امتیاز هم سخت و دشوار است. یک بار دیگه حریف قوس میکنه از میزنه زیر کتفان حریف خودش برای زیر اقدام میکنه. یه لحظه آروم قرار نداره این جوان پرقدرت نیرومند. توانمندی های بالایی داره. خیلی امیدوار هستم به این کشتیگیر و حالا سعی میکنه دستان با کار کردن دست ها حریف خودش اینجا خاک میکنه. 2 امتیاز میگیره از حریف خودش. به دنبال بارانداز هست. سعی میکنه فیتیلی بیش حالا جور کنه جفت جور کنه جفت فیتیلی بیشو مال خود میکنه که داور سود زد. حتی سر سینش بالا بود. اگه دو بنده آبی سرشو به تشک میچستون باز سود میزد. به اعتقاد من نباز سود میزد چون سرگردنش بالا بود. اما این هم چهره ناراحت و نگران بلاگازوف آناتولی بلاگازوف که از مربی بلاروس هست همچنان هر قوس میکنه حریف خودشو. یه رحظه آروم قرار نداره حریف راحت نمیذاره حسن یزدانی و همچنان در سرشاه کار میکنه دستاش و ببینیم چگونه حالا میره که خاک کنه حریف. خدمتتون عرض کردم بریده کاملا مشخصه حرکات پیدبین برای فیتیل بیچ. حالا دست داره فیتیل بیچ جفت جور کنه حالا به پل میزنه حریف. 2 امتیاز دیگه مال خود میکنه و تمام میکنه کارو در حالی که 4 دقیقه و 8 ثانیه از وقت کاشتی سپری شده بود. حسن یزدانی دلاوری از خطه مازندران شهر جویبار نمایشی واقعا میده در سالن و هنر کشتی ایرانی رو به نمایش میذاره. تکنیکای ناب کشتی ایرانی رو به نمایش میذاره. تبریک میگیم 4مین پیروزی رو و خسته نباشید میگیم به حسن یزدانی. خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان. جانانه کشتی گرفت. شیرین و دلچسب کشتی گرفت. و نشون داد که توانمنده. نشون داد که توانایی بالایی داره. یه تیم آماده ای داریم. باور کنید بچه ها دیروز که تمرین میکردن نشون میدادن که همه آماده بودن. ببینید چگونه کار میکنید. یه لحظه اصلا حریفو آزار میده. مثل سایتیوف که حریفاشو راحت نمیذاش. باور کنید با دستایی که کشیده داره کشیده ای که داره یه لحظه آروم قرار نداره. ببینید که چه شکلی با اینجا خاک میکنه و موفق میشه امتیاز بگیره از حریف خودش. بعد از اونم میره برای یک از یه فن دیگه رو با هم میبینیم. از یه زاویه دیگه اینجا حریف رو باسم قوس میکنه. دیگه خدمتتون عرض کردم کاملا خسته شده حریف بریده. این آخرای سری دقیقه دوم مشخص سری اول مشخص بود بریده. اینجا فیچلی به جفت جور میکنه. خودش هم میخواست این پلو بره که راحت بشه دست حسن یزدانی. واقعا حریف و اسیر تکنیک های خودش کرد. این دلاور چهره رو بیاد داشته باشید. نام حسن یزدانی بیاد داشته باشید. در آینده بیشتر از او خواهیم شنید. نمایی از سالان مشاهده می فرمایید. یه پیروزی دیگه برای ما. 4 ایران و بلاروس تا این لحظه نتونسته امتیازی بگیره از ما. یعنی پیروزی کسب کنه. مبارزه بعد مرتضی رضایی قلعه کشتیگیر کشورمون با علی شعبانوف. علی شعبانوف کشتیگیر بسیار خوبیه. اگه ببینیم که رضایی میتونه حادثه ساز باشه و شگفتی ساز باشه در این دور از رقابت‌ها یا نه. علی شعبانوف
یک کشتیگیری که در مسابقات 2013 موفق شد مدال برنز بگیره، در 2014 در سال گذشته در ازبکستان برنز گرفت، دو تا برنز جهان رو داره. یک کشتیگیر رو حالا علی شبانوف رو اعلام میکنه و مرتضی رضایی قلعه که اهل قلعه پایان شهر بهشهر، البته پدرش بوده، خودش در ساری زندگی میکنه، اصلا اهل ساری هست بهتر بگیم، میاد بر روی تشک. پسر آقای اسدالله رضایی دلاوری دیگر از خطه مازندران میاد روی تشک. حالا دستور خادم نکات لازم میگه کارش سخت و دشوار است در مقابل این علی شعبانوفی که دو تا مدال برنز جهان رو داره. اما یکی از مسائلی که هست در سه دقیقه دوم، از دقیقه 4 و 5 اگر رضایی کار کنه و دستاش خوب کار کنه میتونه او رو خسته کنه، نفسش فقط دو دقیقه یه دقیقه آخر کم میاره. کشتی که از قبل از او دیدیم، حالا ببینیم که مرتضی رضایی قلعه که اسم مستعارش بابک هست، بابک رضایی قلعه اما شناسنامه‌اش مرتضی هست، چه خواهد کرد در مقابل این کشتیگیر؟ همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. رضایی ببینیم که با حریفی قطر عنواندار کشتی خواهد کشتی داره، آیا میتونه او هم شگفتی ساز باشه و حادثه ساز این مسابقات باشه و دارنده دو مدال برنز جهان رو شکست بده یا نه؟ منتظر میمونیم. دستان علی شبانوف کار میکنه و سعی میکنه که دو دست یک دست رو مال خود کنه. رضایی قلعه ایز کار به اون نمیده، رضایی مرتضی رضایی ایز کار به اون نمیده. خدمتتون عرض کردم فرزند اسدالله رضایی که پدرش از قهرمانان و داوران بیرون اومد و یکی از زحمتکشان کشتی هست، ببینیم چه خواهد کرد. مرتضی رضایی همچنان در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنه و سعی میکنه که شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. عنواندار هست در مسابقات یاشار دو سال گذشته دوم شد، همچنان در سرشاخ سعی میکنه زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره، اما دستان علی شعبانو بهتر کار میکنه، سرسینش پایین هست و همین مسئله میتونه اخطار داشته باشه برای کشتیگیر ما رضایی. یک بار دیگه مرتضی رضایی سعی داره نزدیک بشه و پای حریف از تشک خارج کنه. بله تذکر رو به خب داور تذکر به اون میده و حالا اگر یه مقدار کار کنه کشتیگیر بلاروس به کشتیگیر ما اخطار خواهند داد. همچنان برای زیرگیری از مشت با اقدام میکنه یا زیرگیری و سعی میکنه خاک کنه، رضایی به پل میزنه و موفق میشه دو امتیاز بگیره. تو این نتیجه دو امتیاز رو گرفته و سعی میکنه فن فیتو رو به اجرا بذاره، رضایی ناموفق نمیتونه فیتو رو به اجرا بذاره اما دو امتیاز رو در این حال گرفت. حالا میره برای فن فیتو، صدر فیتو رو شگردش هست، به دنبال اجرا فن فیتو هست که ناموفقه و دو کشتیگیر از تشک خارج میشن. فیتو بسیار خوب اجرا میکنه مرتضی رضایی و به اون میگه که داور میگه که جلو رو نگیره که خطا اصلا مچ پاش یه مقدار احساس ناراحتی میکنه، اما مچ پا مسئله مهمی نیست، برمیگرده به مبارزه خودش علی شعبانوف و سعی میکنه که شرایط رو برای زیرگیری خودش مهیا کنه. یک بار دیگه زیر کتفان حریف خودش میزنه و سعی میکنه که با کار کردن دست ها شرایط رو برای زیرگیری خودش مهیا کنه. رضایی مرتضی رضایی سعی میکنه که از حریف خودش زیرگیری کنه، ناموفق و نمیتونه کار رو به اجرا بذاره. حریف دستان اون رو مهار کرده و نمیذاره که بتونه، حالا یه مقدار جدا میشه از حریف خودش، یک بار دیگه مچ دست رو مال خود میکنه و سعی میکنه شرایط رو برای زیرگیری خودش مهیا کنه که باز هم ناموفق. داور وسط تذکر میده به کشتیگیر ما گرفتن مچ دست و همچنان در ندای ایران تماشاگران روحیه میده به مرتضی رضایی و به ما و به همه کشتیگیران، به اون از تماشاگران پرشورمون واقعا خسته نباشید میگیم، هر جا کشتی باشه تماشاگر ایرانی هم هست. برای زیر اقدام میکنه رضایی، مرتضی رضایی زیرگیری میکنه اما علی شعبانوف هم پروپی قرص و محکمی داره، زیر نمیده، وقتی هم زیر میده باور کنین راحت خاک نمیشه. حالا مرتضی رضایی در تلاش هست اینکه بتونه از زیرگیری خودش نتیجه بگیره، به خاطر ماکس و تعلل بیش از حد داور وسط کشتی رو سرپا میده. نتیجه 2-0 به نفع علی شعبانوف هست. خدمتتون عرض کردم یک کشتیگیری که دو تا مدال برنز دنیا داره، ضمن اینکه مدال دار هست کشتیگیر فنی تکنیکی و پرقدرتی هست، در لیگ ما هم کشتی گرفته این کشتیگیر، حتی حرف حدیثای زیادی بود در لیگ کشتیایی که گرفت که همچنان در حالات اختیار میدم به رضایی، درست هست اختیارشون هم درست هست. من حالا یک ببینیم که یک امتیاز برای در نظر میگیرم و برای نه هنوز اختیار تصویب نشده، هر کی تا سر با هم میرون این مچ پا ببینین راست نشون داد و چپو گرفت، راست نشون داد چپو گرفت که اینجا به پل زد حریف ما رو، دو امتیاز رو مال خود کرد و تا این لحظه که ما 4 پیروزی کسب کردیم، امیدواریم که
بتونه از حالا فیتو رو با هم دیدیم حرکت آیستر رو اینجا برای زیر اقدام میکنه. رضایی که با خیمه حریف مواجه میشه، زیرم که میده بعد از اون راحت خاک نمیشه، زیر خوب گرفت اما از اون بهتر خیمه سنگین شعبانوف و دو مچ پا رو به سبک خاصی مال خود میکنه، با چرخش سعی میکنه خاک کنه. حالا مرتضی رضایی قله رقص پا میکنه تا نشون بده از آمادگی بالایی برخوردار است. باور کنید که کم فروشی نکرده مرتضی رضایی، تلاش خودش کرده، حریف قدر هست، عنوان داره، پرقدرت و نیرومند هست و تلاش خودش تا این دسته کرده و حالا ببینیم که آقای رسول خادم به او چه گفته، آیا میتونه تا تبر جیگی اقدام میکنه تغییر تاکتیکی یا نه، که تا این لحظه برای جیگی اقدام میکنه. یک لحظه یک بار دیگه علی شعبانوف کاشگیر ما سعی میکنه کنده کشی کنه، یک کنده کشی قهار و زبردست است و او هم خالی میکنه علی شعبانوف و سعی میکنه حالا فیتو رو به اجرا بذاره. شعبانوف رفته رفته با یه چرخش عقربک اینجا صدره به پل بزنه حریف خودش، دو امتیاز از حریف خودش میگیره شعبانوف. حالا میره برای جفن بارانداز، سعی داره فن بارانداز رو به اجرا بذاره که کاشتیگیر بلاروس و کاشتیگیر ما خودش رو به دوشک چسبونه، دستا رو باز کرده و ایزه کار رو نمیده به داور وسط، کاشتی رو سرپا میده به خاطر مکس و تعلل بیش از حد. کاشتی 4-0 میشه، رقص پا میکنه این کاشتی که در گذشته خسته میشه، داره این رقص پا میکنه. البته 3:49 از وقت کاشتی سپری شده، رزیم حریف آزار نداد، حریف راحت بود، حملات رو اون میکرد، دستاش به خوبی اگه کار میکرد تکون میداد حریفو، امکان دیگه اون خسته بشه زیاد هست. اما میبینیم که برای زیر اقدام میکنه مرتضی رضایی، یا زیرگیری یک بار دیگه زیر حالا از پای مخالف زیرگیری میکنه، از پای چپ زیرگیری میکنه و علی شعبانوف صدره کنده کشی کنه، تبدیل به دو خم میکنه، یه خم تبدیل به دو خم، صدره با چاشنی سر به قدر خودش خاک کنه که علی شعبانوف هم صدره کنده کشی کنه، یا سر به قدر خاک بکنه حریف خودشو، دو امتیاز میگیره و کشتی 4-2 میشه، 4-2 به نفع کشتیگیر بلاروس، یه دو امتیاز میگیره، میره برای فیتلیپیچ، فیتلیپیچ به سبت یوسف عبدالسلاموف صدره فیتلیپیچ رو به اجرا بذاره که ناموفقه. یک لحظه فیتلیپیچ رو مال خود کرد اما زیرگیری، یک بار پای راست رو گرفت نشد، بعد از اون پای چپ رو گرفت و موفق شد بالاخره خاک کنه. حالا ببینید چه خواهد کرد، بتونه خوب تکون بده حریف و به حرفای مربیان ما به خوبی گوش کنه، میتونه حریف حالا بازی گیران میکنه. یک بار دیگه رضایی یک زیری از ماچ پا موفق میشه به پا برسه و شعبانوف هم صدر کنده کشی کنه که داور سوت میزنه، یه چرخش داد و این هم آقای رسول خادم واقع دو دانگه، آقای خادم میگه میرسی به حریفه و پای بیرون حرکت کن. حالا ببینیم چه خواهد کرد آقای حسین کریمی، یه لحظه گفتم آقای دودانگی که عذرخواهی میکنم، آقای حسین کریمی که از مربیان زحمتکش مازندران با او صحبت میکنه، حالا بیام موفق میشه حریف خودش قاک کنه، دو امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش، 4-4 مساوی است و امتیاز آخر رو گرفته، میره برای فیتل پیچ، 4-4 مساوی، امتیاز درش مساوی است و امتیاز آخر رو گرفته. تا این لحظه کشتیگیر ما برنده است به خاطر اینکه امتیاز آخر رو گرفته. آقای رسول خادم، آقای حسین کریمی از کنار تشک به او تذکر میدن و به او میگن که حریف بریده، با خدمتون عرض کردم که به طور کلی دقیقه 5 و دقیقه آخر، یه دقیقه آخر، یه دقیقه و 30 ثانیه آخر کم میاره، همیشه 30 ثانیه وقت باقی مونده. حالا وزیر اقدام میکنه، شعبانوف ناموفقه، این کشتیگیر رو برنده به این پیروزی کسب کنه، پنجمین پیروزی ما رقم خواهد خورد، برای اقدام میکنه علی شعبانوف، ناموفق و نمیتونه کار به اجرا بذاره، میدونه اینکه مرتضی رضایی یه حادثه ساز باشه، برای اقدام میکنه 13 ثانیه با یه پیروزی شیرین و دلچسب ما فاصله داریم، برای اقدام میکنه علی شعبانوف با خیمه سنگین کشگیر ما مواجه میشه، همچنان به دنبال کار کردن، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام میشه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان، چه کشتی گرفت، غیرت ایرانی، تعصب ایرانی نشون میده که اینجا کارایی داره، میاد دارنده 2 مدال برنز جهان رو شکست میده. تبریک میگیم به همه هموطنانمون، موفق میشه پنجمین پیروزی رو کسب کنه، یه پیروزی با ارزش، جانانه و موفق میشه حریف خودش رو به این شکل دارنده 2 مدال برنز و جهان رو کشتیگیر ما که در مسابقات جهانی هم هنوز شرکت نکرده مرتضی رضایی قلعه حریف شکست بده. این پیروزی واقعا ارزشمند بود، 4-0 عقب بود اما دیدیم که چگونه موفق شد حریف خودش رو مغلوب کنه و 5 پیروزی تا این لحظه ما کسب کردیم. خب پیروزی، 5 پیروزی ما تثبیت شده، ما تیم بلاروس رو شکست دادیم. این هم آقای بلاگازوف
آناتولی. این هم حرکات زیرگیری های علی شعبانوف، نفر سوم جهان، اینجا به پل میزنه کشتیگیر ما را، دو امتیاز میگیره. حالا حرکات کشتیگیر ما رو ببینیم، اینجا به این شکل موفق میشه زیر از مچ پا بگیره که با چرخشی که میده اجزه کار به اون نمیده و همچنان مربیان ما اینجا برای زیرگیری اقدام میکنه. علی شعبانوف ثانیه آخر هست که دیگه در این لحظه بود که وقت هم به اتمام میرسه و داور وسط دست کشتیگیر کشورمون رو به عنوان فرد پیروز بالا میاره در حرکت آیستر در حرکت دوم و میبینیم که به این شکل موفق میشن تیم ما در پنج مبارزه، پنج پیروزی پی در پی موفق میشن تیمی رو بلاروس رو شکست بدن. حالا اگر خدایی نکرده سه شکست ما داشته باشیم اصلا مسئله نیست، ما تیم بلاروس رو شکست دادیم. ایران 5 بلاروس 0 تا این لحظه. وزن 86 کیلو علیرضا کرمی کشتیگیر کشورمون در مقابل الکسان هاشتین کشتی خواهد گرفت. آره، الکسان هاشتین از بلاروس با دوبنده آبی با کشتیگیر کشورمون علیرضا کرمی کشتی خواهد گرفت. 5 پیروزی با ارزش کشتیگیران ما کسب کردن و ما پیروزیمون تثبیت شد، ما موفق شدیم. حالا کشتیگیر کشورمون بیار بر روی تشک کرمی، علیرضا کرمی کشتیگیری از خطه کرج، دیار ابراهیم جوادی و علیرضا حیدری میاد بر روی تشک. علیرضا کرمی از طرف دیگه هم الکسان هاشتین میاد، الکسان هاشتین از بلاروس با دو بنده آبی. کشتیگیران بلاروس تا این لحظه نتونستن کاری رو به اجرا بذارن. عنواندار دو تا عنواندار جهانشون یعنی آندریوف که سوم دنیا بود و کاش حالا سوم دنیا با حسن رحیمی که خب قهرمان جهان بود باخ یه جورایی میشه توجیه کرد، اما واقعا رضایی کاری کرد کارستان و موفق شد دارنده دو مدال برنز جهان رو شکست بده. کشتی وزن 86 کیلو علیرضا کرمی از جمهوری اسلامی ایران با دو بنده قرمز سمت راست تصویر در مقابل الکسان هاشتین از بلاروس مبارزه میکنه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. هاشتین کرمی به دنبال کار کردن دست ها در تلاش هست اینکه بتونه شرایط رو برای زیرگیری خودش مهیا کنه، به دنبال کار کردن دست ها سعی میکنه گارد حریف خودش رو باز کنه که تا این لحظه ناموفق بود. دو کشتیگیر همدیگر رو میره برای کولنداز، یک کولنداز تا دلو کشتیگیر ما رو به هم میزنه، یک امتیاز میتونه اینجا میرسه یک خاک کنه کرمی رو در بیرون توشک. حداقل برای یک امتیاز برای اجرای فن که باشه به اون خواهند داد، یک امتیاز برای اجرای فن هم که باشه. الکسان هاشتین داور وسط بله ببینیم که رئیس توشک چه رأی میده. الان یه مربیان بلاروس اعتراض میکنن میگن دو تا یک امتیاز داشته و دو بر صفر باید باشه. حالا فیلم باید بازبینی بشه. اولین چالش هست، اولین چالش و این هم الکسان هاشتین که یه پیچ پیچک اجرا میذاره. همچنان ندای ایران ایران تماشاگران ایرانی در سالن فروم شهر لس آنجلس و حال برگزاری مسابقات جام جهانی تعیین افکن میشه. همچنان فیلم بازبینی میشه بر فیلمی که حرکت های سرگ ماله ما با شما هم ببینیم. اینجا حرکت آهسته، اینجا پیچ پیچک رو اجرا کرد، خب به پل که نرفت، در این حال اینجا میشه برای یک امتیاز بدن به خاطر اجرای فن. اگه داورا نظرش این چنین باشه میتونن، خب اینجا هم پاش از توشک خارج شد، شد یک امتیاز. اگه برای پیچ پیچک یک امتیاز بدن، برای کول اندازه یک امتیاز بدن، اونجاست که دیگه دو تا یک امتیاز داره. نظر داوران رو باید ببینیم. حالا بله ببینیم دو تا یکی یا یک امتیاز خواهند داد. بله دو تا یک امتیاز میدن، دو تا یک امتیاز منطقی هم است به اعتقاد من، چرا که کولاندازی که زد دست پیچ پیچک تبدیل کرد به کولانداز و تلفیقی بود، اون یک امتیاز داشت به خاطر اجرای فن. یک امتیاز هم پای کشگیر ماتوشن خارج رفت، خارج شد و یک امتیاز هم اونجا در دو بر صفر میشه، دو بر صفر تا این لحظه به نفع کشتیگیر بلاروس. الکسان هاشتین همچنان علیرضا کرمی کشتیگیری که اهل کرج خدمتون عرض کردم، دیار ابراهیم جوادی و علیرضا حیدری و دیگر پهلوانان این منطقه، حال زیر اقدام میکنه یه زیری از مچ پا و پای ادفاع توش خارج میکنه و موفق میشه یک امتیاز از او بگیره و کشتی رو یک بر سه، یک دو بر یک میکنه، دو بر یک به نفع کشتیگیر بلاروس. الکسان هاشتین همچنان به دنبال یک بار دیگه سعی میکنه که با کار کردن دست ها
به دنبال کار کردن دست ها سعی داره که الکساندر فنون خودشو به اجرا بذاره. باز هم الکساندر سعی داره که دفاع میکنه و کشتگیر ما سعی داره زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. از یه طرف سعی زیرگیری میکنه و سعی داشت پای حریف خود چند توشک در مایه سعی بقل سعی داره زیرگیری کنه که با خیمه حریف مواجه میشه و اجرا کارو میره برای فیتو. سعی داره فیتو رو از بالا به اجرا بذاره، یه لحظه نشون میده، میره برای فیتو از بالا که کرم ایزه کارو نمیده و موفق میشه خاک کنه. علیرضا کریمی که در مسابقات جوانان جهان در زاگرب کرواسی مدال طلا گرفت، در جایزه بزرگ فرانسه هم حدود دو ماه پیش اون موفق شد مدال طلا بگیره. کشتیگیر آماده و سرحال و قبروغی هست، اما تا این لحظه اسیر قدرت بدنی و تکنیک حریف خودش شده. خدمتتون عرض کردم ما 5 پیروزی کسب کردیم، این دیدارا حیثیتیه. حالا باز یه اقدام میکنه، یه زیر درخت کم بالا میاره و خاک میکنه حریف قادشو. 2 امتیاز به دنبال اجرای فن برانداز. سعدش تیکه برانداز به اجرا بذاره که ایزه حریف ایزه کارمون نمیده. یه زیر خام، یه درختکن ایرانی و موفق میشه زیر ایرانی با درختکن ایرانی تلفیق کنه و 2 امتیاز از حریف خودش بگیره. چیز دیگه نمونده بود حریف رو به پل بزنه. حریف خودشو همچنان به دنبال زیرگیری هست. علیرضا کریمی هنر کشتی ایرانی، سلاح کشتی ایرانی، قوس میکنه حریف خودشو، قوس میکنه و سعی میکنه به دنبال قوس کردن زیرگیری کنه که ناموفق و نمیتونه نتیجه ای رو کسب کنه. کوبا و امریکا هم رو دو شک دیگه بمب هم مبارزه میکنه که ما این کشتی رو خدمت شما عزیزان گزارش میکنیم و در جریان این کشتی هستیم، در سعی میکنیم نتایج را هم خدمتون اگر به دست ما برسه خدمتون عرض بکنیم. همچنان در کار کردن دست ها سعی میکنه علیرضا کریمی اینجا بله وقتی سیستان استراد فرا میرسه و میرن نزد مربیان خودشون. آقای رسول خادم صحبت میکنه با علیرضا کریمی، صحبت میکنه و در طرف دیگه آقای آناتولی بلاکازوف صحبت میکنه با کشتیگیر خودش. حرکت اثر با هم میبینیم زیر اینجا کول اندازی که اجرا کرد و به دنبال اون یک امتیاز گیره، بعدم پای کشتیگیر ما رو از توش خارج کرد و موفق شد یک امتیاز بگیره. این هم آقای بلاکازوف که میگه که 2-1. حالا کشتیگیر ما هست که زیرگیری میکنه و اینجا موفق میشه پای حریف خودش از توش خارج کنه و یک امتیاز بگیره از حریف خودش و درخت‌کنه. دیگه کارگردان نتونست وقت نبود نشون بده درخکنی که کشتیگیر ما به اجرا گذاشت. کشت فن زیبا رو دیگه نتونستیم ببینیم با هم دیگه. حرکات آیستر در 30 ثانیه استراحت به نمایش میذارن، در زمان کشتی فقط کشتی رو به نمایش میذاره و دیگه تصویر دیگه رو نمیذاره تا بیننده کاملا بره در کشتی و دقیقا اون چیزی کشتی که براش مهم هست رو ببینه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه، روی دستان حریف خودش کار میکنه علیرضا کریمی و سعی میکنه زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره، قهرمان جوانان جهان، و سعی میکنه حالا حریف از تشک خارج کنه. ما یه چرخش کارو خنثا میکنه و میاد به وسط تشک الکسان آشتین، این کارو به اون نمیده. همچنان در سرشاخ سعی میکنه حمله کنه و از حریف خودش امتیاز بگیره. باز هم در حریف خودش رو سعی میکنه قوس کنه، تکون میده، آروم قرار نداره کریمی. یک امتیاز عقب از خودش میدونه که خب تذکر داده میشه به دنبال برزی گرقامی. یه زیر درخت کن از بالا میره که به پل بزنه. 4 امتیاز داره، نه نمیتونه به پل بزنه، بعد آخر خاک میکنه حریف خودش. 2 امتیاز، 5 بر 4 پیش میفته به دنبال فیتیل پیچ هست. میاد تا اینکه ششم این پیروزی رو کسب کنه. فیتیل پیچ جفت جور میکنه، از همون که صد در حریف رو به پل بزنه فیتیل پیچ مال خود میکنه با یه چرخش. هنوز نتونه حریف رو به پل بزنه. دستان پرتوانی داره، حالا میره برای فیتیل برانداز. در مایه فیتیل و 2 فیتیل برانداز که ببینیم دومین هم داور میده یا نه. 2 فیتیل برانداز پی در پی اجرا میکنه. یکی اولو که دادم 7-4 میشه، 7-4 میشه. کاشگیره رو به خدمتون عرض کردم آماده و سرحال و قبراغ هستن. فنظر نفس دیدیم که با اینکه اول کشتی هم عقب بودن دو کشتیگیر ما مثل رضایی و این کشتیگیر کرمی، باز هم حالا 7-4 پیش میافته از حریف خودش. 4:30 ثانیه از وقت کشتی سپری شده. همچنان سعی میکنه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره کشتیگیر ما. یک بار دیگه حالا مدمای دو دست یک دست رو در اختیار میگیره الکسان آستین. باز هم سعی میکنه که اینجا سرگردن زیرگیری کنه که خیمه میزنه کریمی، خیمه سنگین کریمی. به دنبال اون سعی داره از همون جریف خودشو خاک کنه. حتی کشتی رو استادانه زیرک کنم نگه داشته، هنرمندانه
کشتی رو نگاه داشته، داور وسط کشتی رو سرپا میده. 4:56 و حالا 1 دقیقه از وقت باقی مونده. 7-4 پیش میبرد زیرگرم میکنه ارسن هاشتین با یه دستو و ضد حمله و بدل کاری سرداشت. خاک کنه که حریف هم با یه اکسرامل اجازه کار به اون نمیده. در سرشاخ کار دنبال میشه، دو کشتی با گارد بسته کار رو دنبال میکنن و کشتیگیر ما همچنان دست بازوی سمت چپ حریف رو مهار کرده تا نتونه فرون خودشو به اجرا بذاره. و 5:27 28 از وقت کشتی سپری شده. به دنبال کار کردن دست ها سعی میکنه که زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. همچنان حریف رو مهار کرده، به خوبی مهار کرده. حالا جدا میشه از حریف. آقا رضا لایق حالا میگه که گارد رو پایین بگیر. یک لحظه آقا رضا لایق مربی قزوینی رو مشاهده فرمودید. 5:51 شمارش معکوس رو تماشاگران میشمارند، در حالی که 4:1 عقب بود. حالا میره تا اینکه 7-4 حریف رو شکست بده. وقت به اتمام میرسه. ششمین پیروزی رو رقم میزنه عرضا کریمی. ششمین پیروزی رو رقم میزنه عرضا کریمی و موفق بشه یه پیروزی دیگه کسب کنه. خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان. چه تیم آماده ای داریم. مطمئن هستیم که همین روند رو داشته باشیم با آذربایجانی ها و با دنال امریکایی ها در فینال اگه انشالله برسیم. یه پیروزی دیگه، ششمین پیروزی رقم میخوره. ششمین پیروزی تشویق میکنن تماشاگران عزا کرمی را. میاد نزد آقای رسول خادم و آقای رضا لایق و از او تشکر میکنن. کشتیگیران ما هم از او تشکر میکنن. 6 پیروزی. حالا هفتمین مبارزه رضا یزدانی. حرکت آسته رو با هم میبینیم، حرکت آسته و زیرگیری زیر خم. درخشان زیبایی که به اجرا میذاره. ببینید به چه زیبایی درخشان. حالا از حریف رو از بالا سرداش به پل بزنه که با یه چرخش تسلیم نشد و خاک شد. 2 امتیاز از دست داد. این هم آقای رضا لایق که مربی زحمتکش کشورمون. حرکت فیتیله پیچو با هم میبینیم. فیتیلی که به اجرا گذاشت همچنان به دنبال فیتیله. اینجا فیتیل تبدیلش کرد به فیتیل بارانداز بعد اینکه دید نمیتونه فن رو به اجرا بذاره و حالا فنون دیگر رو با هم دیگه میبینیم. حرکات آهسته و تکنیک هایی که به اجرا میذاره. داور وسط اینجا دست کشتیگیر ما رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. عزا کریمی قهرمان جوانان جهان رو نمایی از سالن فروم شهر لس آنجلس، محل برگزاری مسابقات کشتی جام جهانی. در 3 سال گذشته ما 3 سال پی در پی قهرمان جام جهانی شدیم. 2012 در باکو آذربایجان، 2013 در کشور عزیزمون ایران و در شهر تهران و 2014 در همین شهر همین سالون. سال گذشته ما قهرمان جام جهانی شدیم. هم روسا رو شکست دادیم، هم امریکایی‌ها رو. امریکایی رو در مقدماتی شکست دادیم و روسا رو در فینال مغلوب کردیم. حالا ببینیم که امسال چه خواهد شد. اولین گامو که مستحکم برداشتم، اولین گام و جانانه برداشتن دلاور مردان کشورمون و نشون دادن تیمیس آماده، تیمی سرحال، تیمی قبراغ. حالا ببینیم که در کاشی وزن 97 کیلو ایوان یانکوفسکی چه خواهد کرد در مقابل رضا یزدانی کشتیگیر کشورمون که مقدار کمرش هم آسیب دیده هست، اعضای پا هم مقدار آسیب دیده است کشتیگیر ما. در مقابل این کشتیگیر ایوان یانکوفسکی دارنده مدال برنز اروپا در سال 2014 عنوان دار اروپا. آقای رسول خادم نکات لازم به اون میگه. اگه ما ان شاءالله به فینال برسیم و رضا یزدانی هم در ارنج تیم قرار گرفته باشه، در اونجا 2 نفر رو داریم، محمدیان هم هست، محمد حسین محمدیان هم هست، بگیریم کشتی جک وارنر قهرمان المپیک از امریکا و کشتی رضا یزدانی، کشتی دیدنی خواهد بود. حالا ببینیم که در کشتی اول چه خواهد کرد. زانوش هم آسیبه، کمرش هم ناراحت است. در کشتی اول بدنش چگونه جواب میده؟ آقای رسول خادم این کشتی رو گذاشته محک بزنه رضا یزدانی رو. رضا یزدانی دلاوری از خطه مازندران شهر جویبار که به پلنگ جویبار معروف هست. ببینیم چه خواهد کرد. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه، رو دستان هم دیگه کار میکنن. ببینیم ایوان یانکوفسکی کشتیگیری که حالا رضا یزدانی به داور میگه که ضربه میزنه کشتیگیر باره با دستاش. ببینید ضربه میزنه تو سر و گردن رضا یزدانی، دستاش کار کنه مسئله نیست، اما در موقعی کار میکنه دستاش به شکل ضربه هم میگه دوتا وارد کرده. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه.
یک بار دیگه برای زیرگیری اقدام میکنه رضا یفزانی و سعی میکنه حریف خودش از تشک خارج کنه. این هم بل بلگازوف که ناراحت هست، شکست تلخی رو تا این لحظه پذیرا شده و میزنه زیر کتفان حریف خودش رضا یفزانی و سعی میکنه پا رو از تشک خارج کنه. دو کشگیر به هم میپیچن، رضا یفزانی در این لحظه مچ پا رو مهار میکنه و میتونه که خاک کنه، اینجا خاک میکنه و دو امتیاز، اولین دو امتیازی رو کسب میکنه و موفق میشه 2-0 رضا یفزانی پلنگ جویبار حریف از حریف خودش پیش بیافته. به خوبی مچ پا رو مهار کرد، یک بار دیگه میزنه زیر کتفان حریف خودش، از همونجا سعی داشت حریف پیک پیچک رو به اجرا بذاره که رضا یفزانی کار بون نداد. قدرت بدنی بالایی داره، یکی از ویژگی‌هاش قدرت بدنی است. آسیب دیده نباشه، آماده باشه، باور کنید هیچ کشتیگی رو نمیتونه جلو داره رضا یفزانی باشه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه و سعی میکنه که حریف توش خارج کنه با قدرت بدنی بالایی داره، این کار انجام میده و موفق میشه یک امتیاز دیگه بگیره از حریف خودش و کشتی رو 3-0 میکنه. پیروزی های پی در پی دلاور مردان کشورمون در آوردگاه مسابقات جام جهانی، تبریک میگیم به هموطنانمون. پیروزی های غرورانگیز اینجا موفق میشه یک بار دیگه خاک کنه، یعنی امتیاز دیگه بگیره. 5-3 پیش میفته از دارنده مدال برنز اروپا در مسابقات 2014 در فنلاند برگزار شد 2014 و موفق شد مدال برنز بگیره ایوان یانکوفسکی. مسابقات اروپایی هم سطحش بسیار بالا هست، اما میم رضا یزدانی کشتیگیری که در مسابقات بوداپست او موفق شد مدال طلا بگیره 2013 2011 در استانبول مدال طلا گرفت، در مسابقات 2007 باکو آذربایجان که 82 کیلو کشتی میگیره مدال برنز، اینجا موفق میشه حریف خودش رو تا دورش به هم بزنه. در مسابقات بازی‌های آسیه اینچون و مسابقات اینچون کره و مسابقات بازی‌های آسیایی گوانگجو چین او موفق شد مدال طلا بگیره. همچنان حریف توش خارج میکنه، یک امتیاز دیگه میگیره 6-0 در حالی که 2 دقیقه برای زیر اقدام میکنه رضا یزدانی، موفق میشه حریف خودشو خاک کنه، 2 امتیاز دیگه میگیره از حریف خود. بدنشو که میزنه به حریف، حریف اصلا تعادلش به هم میخوره، مثل یه کوه بدنشو میزنه به حریف و حریف تعادلشو به هم میزنه. بدن زیرگیری به دنبال جعفر برانداز، به برانداز بزنه تمام است، یه برانداز تمام، تمام میکنه کارو، تمام میکنه کارو. 10-0 حریفشو کس میده در حالی که 2:37 از وقت کشتی سپری شده، موفق میشه 10-0 رضا یزدانی پلنگ جوبار حریف خودش شکست بده و از او یه پیروزی ناب، دلچسب، شیرین، غرورانگیز به همه خسته نباشید به تبریک میگیم به همه هموطنان عزیز، به مازندران کشتی دوست و به پلنگ جوبار خسته نباشید میگیم. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. 7 پیروزی کسب کردیم و آخرین مبارزه که تا اثر ما هم میبینیم رضا یزدانی چگونه زیرهای خودشو میگیره، چگونه حریف رو ایوان یانکوفسکی رو اسیر تکنیک و قدرت بدنی بالای خودش میکنه. همچنان اینجا ببینیم در کش قوس رضا یزدانی اینجا موفق شد، همچنان در تماشاگران آقای خادم و مورد تشویق قرار میدن. اینجا یک بار دیگه به این شکل موفق میشه حریف خودشو خاک کنه، اینجا حالا پاره تشتوش خارج میکنه، حملات پی در پی، این هم بارانداز آخر ما موفق میشه 2 امتیاز آخر رو بگیره و کارو تمام کنه و قدرت خودشو دیکته میکنه به این کشتیگیر، به ایوان یانکوفسکی. تماشاگران از آقای خادم تشکر میکنه، از آقای رسول خادم و با گفتن خادم دوست داریم قدردانی خودشونو، تماشاگران ایرانی که هر جا ایرانی باشه، واقعا تماشاگر ایرانی هم هست. یه مقدار کارمون در فرودگاه طولانی شد به خاطر صف طولانی، حدود 4-5 ساعتی تماشاگران در فرودگاه بودن، یه استقبال جانان در خور این قهرمانان به عمل آوردن تماشای هموطنان عزیزمون که در امریکا مقیم هستند. همشون واقعا آمدن در فرودگاه با دست گل و با محبت از کشتیگیران ما استقبال کردن، براشون آرزوی توفیق میکنیم. آخرین مبارزه و دفتر حافظ منافع کشورمون هم در ایالات متحده امریکا واقعا سنگ تموم گذاشته و یه لحظه تنها نداشتن بچه ها رو، به همه از همه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که امسال هم تیم ما بتونه در امریکا با تدابیری که
اندیشیدن مربیان امریکایی بتونه تیم ما بتونه تیم امریکا و آذربایجان رو شکست بده. تماشاگران مشاهده میفرمایید در سالن فروم شهر لس آنجلس برای و کاشتی آخر تا لحظه دیگر مبارزه آغاز خواهد شد، مبارزه بین پرویز هادی و الکسی شیماروف کاشتی. این هم تماشاگران هستند و تماشاگران ایرانی که تشویق میکنن کاشتی ایران رو و همچنان ما بر روی تشک کاشتی ایران هنوز بر روی تشک نیومده و بر روی تشک ای هم کاشتی ایران امریکا و کوبا هم دیگه مبارزه میکنن. وزن 97 کیلوشون کاشتی ما خب یه مقدار سریعتر تموم شد. دوتا کشتیمون قبل از اینکه وقت اول به اتمام برسه ما هم موفق شدیم شکست بدیم. تماشاگران و مشاهده میفهمن تماشاگرانی که اکثرشون ایرانی هستن، اکثرا ایرانی هستن در این تورنمنت. اما فردا که روز یک شنبه است، روز تعطیلی هست دیگه، امریکایی‌ها به فینال ان شاءالله برسیم. در کشتی سخت و دشواری خواهد بود، امریکایی هم برای تشویقاشون میاد. به طور کلی امریکایی‌ها کشتی رو دوست دارن و میان برای تماشا. نمای از سالن مشاهده میفرمایید از زوایای مختلف، کار تلویزیونی بسیار خوب، انتخاب تصاویر زیبا و در این حال برای توشک بی که کشتی ما برگزار میشه هنوز گوینده سالن اعلام نکرده، به خاطر کشتی هم زود تموم شده. البته همچنان گوینده سالن حالا اعلام میکنه، ببینیم که چه زمانی کشتیگیران ما برای تشک خانم. برای اون عزیزانی که از این لحظه پای گیرنده نشستن خدمتتون عرض کنم حسن رحیمی، بهنام احسانپور، سید احمد محمدی، حسن یزدانی، مرتضی رضایی، علیرضا کریمی و رضا یزدانی، دلاوران کشورمون 7 پیروزی کسب کردن. حالا ببینیم که چه خواهد کرد پرویز هادی که رقیبی قدر به پرقدرت داره. آیا او هم میتونه حادثه ساز باشه؟ 3 نفر از کشتیگیرانشون یعنی 57شون اندریوفشون دارن مدال برنز جهان و دوم اروپا و 74شون دو تا برنز داشت، دو تا برنز 2013 و 2014 بوداپست و ازبکستان رو داشت که علی شعبانوف رو مرتضی رضایی شکست داد در عین ناباوری. یه جوری دیگه یه باخ تو 74 تا برای ما گذشته بودن، اما دیدیم که رضایی شگفتی ساز بود و موفق شد حریف خودش علی شعبانوف شکست بده. بعد از اون کریمی و رضا یزدانی موفق شدن رقبای خودشون رو شکست بدن. 7 پیروزی دلاور مردان ما کسب کردن، تبریک میگیم. گام اولو که مستحکم برداشتن، گام اولو توانمند برداشتن دلاور مردان کشورمون. واقعا به خوبی کار کردن و جانانه کار کردن و نشون دادن که توانمندی های بالایی دارن دلاور مردان کشورمون. 5 بار خدمتون عرض کردم ما قهرمان جام جهانی شدیم، در 2096 در تهران، 2006 در ساری، 2012 در آذربایجان، 2013 در تهران و 2014 در همین سالون و در شهر لس آنجلس امریکا موفق شدیم قهرمان جام جهانی بشیم. مسابقات جام جهانی هم تیم‌های 8 تیم برتر دنیا، این تیم‌های اول تا 8 دنیا در این دور از رقابت‌ها شرکت می‌کنن که ما در گروه بی با تیم‌های بلاروس و ترکیه و آذربایجان هم گروه هستیم و اون طرف روس و امریکا و کوبا و مغولستان با هم دیگه کشتی می‌زنیم. همچنان گوینده سالن اعلام می‌کنه، گوینده سالن اعلام می‌کنه که مبارزه بر روی تشک بی پرویز هادی و الکسی شیماروف کشتی خواهد گرفت. الکسی شیماروف کشتیگیر البته روسی رو اصل هست که از بلاروس کشتی میگیره. بلاروس هم اصلا کلن همه روس هستن از نظر نژادی و گوینده سالن اعلام میکنه. و اما هنوز کشتیگیران ما نیومدن. ابتدا کشتیگیر تشک ایمیان برای دلگنف میاد با حریف خودش کشتی بگیره، کشتیگیر امریکایی. تا ببینیم که کشتیگیر ما چه زمان برای تشک خواهد اومد. بله گوینده سالن اعلام میکنه این پرویز هادی دلاور آذری کشورمون آماده میشه. پرویز هادی، بله پرویز هادی وارد سالن میشه از یه زاویه و آقای با امیر توکلیان، آقای امیر توکلیان با او رو میاره یک کنار تشک. آقای رسول خادم سرمربی تیم با او صحبت میکنه و این هم الکسی شیماروف. الکسی شیماروف از زاویه دیگه از گوشه تشک وارد تشک میشه. داور وسط با او بله دست میده، بدن او رو بررسی میکنه و از سر زاویه دیگه هم دلاور کشورمون پرویز هادی وارد تشک میشه و داور وسط او رو بررسی میکنه
پرویز هادی کشتیگیری در حدود 4 ماه قبل در مسابقات پهلوانی پهلوان کشور شد. تمام رقابای خودش رو شکست داد این پهلوان، پهلوان آذری. و حالا ما رو یاد علیرضا سلیمانی میندازه که هم قهرمان جهان شد هم پهلوان کشور شد 6 دوره. حالا ببینیم پرویز هادی که در مسابقات بازی آسی این چون کره هم موفق شد مدال طلا بگیره، دو سال هم در مسابقات قهرمانی آسیا مدال طلای آسیا رو از آن خودش کرد، در مسابقات 2008 سهمی المپیک رو گرفت در اونجا، قهرمان جوان دانشجویان جهان شده. حالا ببینیم که المپیک دانشجویان جهان شده، حالا ببینیم چه خواهد کرد. اما الکسی شیماروف کشتیگیری که در 2011 در استانبول قهرمان جهان شده، مدال طلا رو گرفت، در فینال بلال ماخوف رو شکست داد، امسال هم پنجم شد در ازبکستان، امسال که نه سال گذشته میلادی یعنی 2014 پنجم شد، تو یک قدمی مدال پیش رفت اما نتونست کار به اجرا بذاره، دستاش کار میکنه و تقاضا اخطار میشه برای کشتیگیر ما، دستاش بیشتر کار میکرد الکسی شیماروف. ها البته هر دو کار میکردن اما یه مقدار اون با تجربه ای که داشت بهتر کار کرد و تذکر اول به کشتیگیر ما میدن. دستو میندازه زیر کتفانه و آقای امیر توکل به او میگه اجازه نده دستو بندازه زیر کتف تا اخطار بگیری. همچنان دستا قوس میکنه حریف خودش، یکی دو قوس میکنه و سعی میکنه که با قوس کردن تا دور حریفو به هم بزنه. شیماروف هم قهرمان جهان شده، بلال ماخوف رو شکست داده و همچنان اینجا موفق میشه زیرگیری کنه، یا زیر خم علی بعد خارج میکنه و موفق میشه در بیرون تا خاک کنه. اما قبل از اینکه خاک کنه پای شیمارو بعدش خارج شده و همون یک امتیازی که داوران دادن درست است. سعی میکنیم واقعا در کمال صداقت خدمتتون عرض کنیم و فرقی برامون درست، دوست داریم کشورمون برنده بشه اما عدالت و صداقت بالاتر از همه چیز هست. خدمت شما عزیزان 1-0 رفع پرویز هادی پهلوان آذری کشورمون و ما رو یاد زنده یاد حضرت سلیمانی میدوزه که 6 بار پهلوان کشور شد، قهرمان جهان شد در 89 رو 80 یادش گرامی باد. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه، پرویز هادی کار سخت و دشواری داره در مقابل قهرمان جهان در سال 2011. ببینیم که او هم میتونه یه شگفتی ساز باشه مثل رضایی یا نه. همچنان دستان پرویز هادی به خوبی کار میکنه اما حریف هم میدونه چگونه کار کنه، او هم راه و رسم کار کردن دستان بلد هست و خب تقاضای تذکر داده میشه به کشتیگیر ما. همچنان در پرویز هادی رو به جلو حمله میکنه تا اینکه پای برادری اقدام میکنه، یه زیر خم تبدیل به ماچه با خاک میکنه حریف قادشا، خاک میکنه و موفق میشه دو امتیاز بگیره، یه ماچه پای جانانه از حریف قادش میگیره و موفق میشه دو امتیاز از قهرمان جهان در سال 2011 بگیره. به دنبال جای فن بارانداز هست، در فن بارانداز به اجرا بذاره پرویز هادی پهلوان آذری. داور وسط کشتی رو سرپا میده، علی باسمیچه آذربایجان هست در 6 کیلومتری 5 کیلومتری تبریزی جوی دیگه، حالا چسبیده به تبریز، ببینیم چه خواهد کرد. 3-0 تا این لحظه قهرمان جهان در سال 2011 رو به زانو در آورده، اسیر قدرت بدنی و پهلوانی خودش کرده پرویز هادی. چه کشتی میگیرن دلاور مردان کشورمون، آدم از ایرانی بودن خودش احساس غرور میکنه. آفرین به پرویز هادی در مقابل قهرمان جهان، به این مثل کوه ایستاده و ندای ایران، ایران تماشاگران پرشور ایرانی که هر جا کشتی باشه ایرانی و تماشاگر ایرانی اون کشتی رو گرم میکنه، در کاملا به سالن به لرزه در میارن تماشاگران. وقت سیستان استراد فرا میرسه، آقای رسول خادم آقای امیر توکلی هم صحبت میکنن با پرویز هادی. زیرگیری چشم بسته شیماروف و در ضد حمله پرویز هادی زیرگیری میکنه، حالا یه زیرگیری از مچ پا رو ببینیم که اینجا بله از مچ پا موفق بشه حریف خودش رو خاک کنه و از او دو امتیاز بگیره، یه مچ پا از حریف سنگین وزن خودش میگیره، مثل سبوک وزن مچ پا گرفت این پهلوان آذری، این دلاور آذری که واقعا در این حال پهلوان کشورمون شده، جایگاه داره پهلوانی جدا از کشتی. قبل از اینکه وارد کشتی بشیم، کشتی کلاسیک بشیم، 1948 لندن قرنها در این دیار مسابقات و کشتی‌های پهلوانی برگزار می‌شده و مردم به پهلوانان احترام زیادی قائل می‌شدن به اونها و واژه پهلوانی واژه‌ای است که بجز قهرمانی کسی که هم بتونه مدال داشته باشه هم مرام پهلوانی داشته باشه، جوانمرد باشه، با گذشت باشه، وفای به عهد داشته باشه،
میتونن واژه پهلوانی رو به او بدن. حالا پهلوان آذری در مقابل قهرمان جهان تا این لحظه 3-0 پیش از اون داره که بتونه بازی اقدام بکنه. یه قوس بده دنبال اون رفس اینجوری کنه که شیماروف خودش رو جمع جور کرد. قدرت بدنی بالایی داره الکسی شیماروف. حالا سعی میکنه زیرگیر خودشو به اجرا بذاره اما مثل کوه در مقابل این کشتیگیر ایستادگی کرده. قدرت بدنی بالایی داره پرویز هادی. همچنان سعی میکنه که زیر کتفان حریف خودش بزنه. به سبک یه سنگین وزن مبارزه میکنه. این مبارزه برای ما حیثیتی، ما 7-0 پیش هستیم اما این مبارزه برای ما مهم هست که بتونه کشتیگیر سنگین وزن ما قهرمان جهان رو شکست بده. یه لحظه میرفت تا اینکه پای حریف خودش از توشک خارج کنه که اجازه نداد تا اینکه پای رو از توشک خارج کنه. پرویز هادی بتونه این شکست بده. 8-0 واقعا سرگردان هدف مال خود میکنه. از همینجور زیر خم مال خود میکنه و صدر تبدیل کنه به ماچبا بالا میاره. صدر میون کوب کنه، به خوبی ایستادگی میکنه روی پاهاش شیماروف و پرویز هادی هم میون کوب صدر تعادل رو حرف به هم بزنه. ایستادگی میکنه، اینجا موفق میشه پای حریف خودشو از توش خارج کنه. هر چه میون کوب کرد از سمت چپ و راست رو تکون داد تا اینکه تعادل شیماروف به هم بخوره. دیدیم چگونه ایستادگی کرد و پرویز هادی مجبور شد که دیگه پای او را از توشک خارج کنه. به یک امتیاز قناعت کرد. حالا 4-0 و ندای ایران ایران تماشاگران همچنان در سالون ترین افکن میشه. یک بار دیگه پرویز هادی روی مچای دست حریف خودش کار میکنه. یه زیرگیری از شیماروف به خاک میکنه حریف خودشو. دو امتیاز دیگه میگیره و 6-0 پیش میفته. به دنبال اجرای فن بارانداز هست. صدر فن بارانداز به اجرا بزنه که آقای رسول خادم به اون میگه و آقای توکلی که نزن. آقای امیر توکلیان مسئول وزن 96-97 کیلو و 125 کیلو هست میگه زیر نگیر آقای توکلیان به اون. آقای رسول خادم و آقای توکلیان از کنارش میگم که اجازه زیرگیری نکن و بذار اون بیا زیرگیری کنه. یاره شیماروف هم زیرگیری نمیکنه، میدونه که هر چه زیرگیری کنه خاک میشه و همچنان دستان مچه دست حریف خودشو مهار کرده. پرویز هادی قرص و محکم استوار. یک کشتیگیر دلاور دیگه هم داریم، کمیل قاسمی، قهرمان جهان در 2014 و نفر سوم المپیک. دو وزن در این وزن، دو کشتیگیر پرقدرت و عنواندار داریم. 5 دقیقه و 11 ثانیه از وقت کشتی سپری شده. همچنان روی دستان هم دیگه کار میکنند دو کشتیگیر و پرویز هادی حریف رو مهار میکنه. سعی میکنه که شرط برای زیرگیری خودش آماده کنه. یه قوس میکنه و تعادل حریف به هم میزنه. چه قوسی کرد سکندری حریف فرود اومد و همچنان در سرشاخ اون قوس کرد تا یه مقدار حریف. یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودشو به این شکل قوس میکنه و تعادل رو به هم میزنه. همچنان روی دستان هم دیگه کار میکنن. باز هم پرویز هادی سعی داره که شرایط رو برای زیرگیری خودش مهیا کنه. یه لحظه برای زیرگیری گرش برد اما زیر هر کمتر از 10 ثانیه وقت باقی مونده. تماشاگران حالا شمارش معکوس رو میشمارن. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام میشه. پرویز هادی موفق میشه قهرمان جهان رو شکست بده. یه پیروزی دلچسب. خسته نباشی پهلوان، خدا قوت دلاور. 8 پیروزی پی در پی از 8 تلاور ایران عزیز. موفق میشن طوفانی به پا کنن امروز. 8 پیروزی پی در پی در مقابل تیم بلاروس کسب میکنن دلاور مردان کشورمون. پرقدرت ایران، دلاور ایران، پهلوان ایران، زنده و جاوید ایران. واقعا جانانه کار کردن بچه هامون. 8-0 این پیروزی رو تبریک میگیم به هموطنان عزیزمون، به همه اونایی که قلبشون برای ایران عزیز میتپه، برای ورزش کشورمون میتپه. تبریک میگیم و اون در اصل کشتی بعد رو هم بتونیم ترکا رو شکست بدیم. من اجازه میخوام که فرصت رو در اختیار دوست و همکار عزیزم جناب آقای خراسانی و آقای عبدالله اعتصامی قرار بدم تا کشتی بعد. فعلا از حضورتون مرخص میشم.